تین بلام حضور همه سروران موشکاف خودم. آقا بازم شب مذاکره سر و کله سیدعلی پیدا شد. حالا چرا؟ واسه این که دید نوچه‌هاش دوم در آوردن و دارن دخل توافقنامه و مذاکرات رو در میارن. واسه همین اومد که شاید بتونه با 4 شلنگ تخته دهن یا ابو علفیاشو ببنده و دهن خودشو واسه زهرخوری وا کنه. خاطی که وزارت خارجه ما و مسئولین دولتی ما شروع کردن این کار ادامه پیدا خواهد کرد. ایران نقض اونچه را که قرار گذاشته است و عهد کرده است رو نخواهد کرد. ولی فقیه یه شبه زهرخورده یه تلس شکسته یه هیچی ندار؟ بعد از این قمیش زلیلانه از ترس هار شدن بسیجی ها مجبور شد یه عربده کشکی بکشه و یه پوکی به وافور بزنه و دود و دم کنه. اما آمریکایی ها با جمهوری اسلامی دشمنن، با این پرچمی که شما مردم بلند کردید دشمنن و این دشمنی با این چیزها فرو نخواهد نشست. علاج مقابله با این دشمنی هم فقط یک چیزه و او تکیه به اقتدار ملی و به توان داخلی ملی و مستحکم کردن هرچه بیشتر ساخت درونی کشور. بابا خفه کردی تو ما رو با این اقتدار درونی. کدوم درون؟ ما نباید از یک سوراخ چند بار گزیده شویم. کسانی که دنبال سازش و انفعال در برابر دشمن هستند باید از این راه برگردند و از تیم مذاکره کننده چنین انتظاری نداشته باشند. این مال یه طرف درونت بود، این یکی هم مال اون طرف درونته. آهای سیدعلی که عشق اقتدار خرد کرده، بیا و تموشا کن. البته لازم به ذکر است که در حال حاضر استراتژی واحدی درباره حمایت از سیاست خارجی دولت 11 وجود ندارد و در حالی که اصلاح طلبان از سیاست خارجی دولت حمایت می کنند، بعضی اصولگرایان علاقه ندارند که دولت در مذاکرات پیش رو موفق باشد. البته این سیدعلی بهتر از همه از وضعیت درونش و دلپیچه بعد از زهرخوری با خبره. اما برای اینکه یه جوری ریزش نظام رو بند بیاره، خودش آویزون میکنه به گله بازار 22 بهمن و میگه امسال تنور گرمتر بود، مواظب باش آتیش نگیری. یکی از علل اجتماع گرمتر مردم امسال همین بود. یکی از علل همین بود که مردم دیدن که چطور مسئولین آمریکا گستاخ، پررو، زیاده طلب، بددهن، بی‌ادب روبرو میشن. غیرت دینی مردم اونها رو به میدون کشون تا به دشمن بگن اشتباه نکن، ما هستیم. ای ساندیز خورا اومده بودن بگن ما هستیم. خب اگه هستی و هستید، خب میزو چپ کن دیگه، معطل چی هستی؟ تصور برخی دولت مردان دولت قبلی و همچنین برخی دولت مردان دولت فعلی این است که اگر ما در قضیه هسته‌ای با آمریکا مذاکره کنیم موضوع هم حل می شود. من هم به دلیل اصرار آنها بر مذاکره در خصوص موضوع هسته‌ای گفتم مخالفتی ندارم، اما همان موقع هم تأکید کردم که خوشبین نیستم. من که میدونم دردت چیه اوزی، از جامعه بعدی میترسی، مگه نیست؟ مسئله هسته‌ای بهانه است برای دشمنی. مسئله هسته‌ای هم اگر یک روزی حتی به فرض محال بر طبق نظر آمریکا حل بشود، باز یه مسئله دیگه دنبالش بیاد. الان ملاحظه کنید سخنگویان دولت آمریکا بحث حقوق بشر، بحث موشکی، بحث سلاح، اینا رو به میان آوردن. من تعجب میکنم آمریکایی‌ها خجالت نمیکشن اسم حقوق بشر رو میارن. آره دیگه همینه، برات میارن، همین جوری میارن، قطار میکنن،
از ترس همین قطارم هست که اینجوری افتادی به دست و پا و یکی به نل میزنی یکی به میخ. خب تو هم گزینهاتو رو کن، گزینه که زیاد داری. بیا یکیش این مونگول. حالم بده آقا رو با بیجام دیدم، سرشو بی امام دیدم. حالم بده احوالم بده، رفیقامو اسقاطی دیدم، خودمو توشون باطی دیدم. حالم بده احوالم بده، شاکی شدم تو این جلو از من سیراکی شدم. حالم بده احوالم بده، من که گیت شدم تو مجلس نظام مثل عبید شدم. حالم بده احوالم بده، زایی شدم. نده یه لرزی هست که هی منو دیگه